سردار لشگر فرزند دیدار یا آخر شیر سپاه پشت و پناهم یا آخر سردار لشگر فرزند حیدر یا اخل ابا شیر سپاه پشت و نرگس مستت چرا غرق خون است دلاور من نرگس مستت چرا غرق خون است دلاور زهرا را دیدی به چشم گریانت برادر من برادر من یا اخل اب یا اخل اب یا اخل عباس یا شعله برگشتی خاکستر گشتی بر لب دریا شعله برگشتی خاکستر گشتی بر آه نامحرم تا حرم آیا بی تو ای سقا نامحرم آیا تا حرم آیا بی کردی پیش دشمن کردی هلالم هلال ابروی من چه دشمن هرمل خندد هرمل خندد به پیش چشمانم گریه من برادر من برادر یا اخل ابا یا اخل ابا برادر یا اخل ابا ای بزرگ خاندان آبها آشنای مهربان آبها
در مقام شام خست باییم، در مقام شام خست باییم، بند می آید زبان آبها. جان از حیات مزن چشمان تو، تا خدا آمد از آن آبها، با تماشای لب دریا میدونم جاش هست برات بگم. آره دو ساعت داری برای عباس گریه میکنی، لذت ببری یه لحظه، جاش هست. با تماشای لب دریاییت، آب افتاده دهان آب، میگن یعنی لبای خوش از این آب، این آب داره التماس میکنه، یعنی ما متبرک میشیم به این لبای خشک عباس. دست زیر آب برد، همه اشیا آب که جای خود داره، همه ذرات حرف میزنن به موقعش. این همه روایان مگه نیست؟ دست زیر آب برد، شاید آب گفته باشه آخش الان لبای خشکشو تر میکنم، اما دیدن آب رو آب ریخت. تازه برا همین جاش خودشو مؤاخذه کرد، گفت این دست ز تن بریده بادا، از حدقه برون دو دیده بادا، هرچند که آب را نخوردم، کف در خنکای آب. کفاره لمس آب این دستایت بره، خوش باش که عاشقی همین. مثل دریایی ولی کن میدگی، مشک خشکی را نشان آب. عباس حرامه یه قطره آب بخوره لبان اربابش خوشیده باشه، لبان شش ماهه، اما با هزار امید میخواد آب ببره. سکینه با التماس مشک و دست عمو داده بر زریه، این بیت انقدر میارزه، بر زریه دست تو پیچیده ان، بر زریه دست تو پیچیده ان، التماس گیسوان آبها.